در یونان اگر شما یک آیدیا کارت معتبر که برای شما حق بودن در یونان را می‌دهد ندارید، توسط پلیس دستگیر خواهید شد. یعنی کسانی که اسناد یا کارت سفید ندارند می توانند در سرک‌ها یا خیابان‌ها تحت توقیف اداری قرار گیرند. این همچنان وقت اتفاق می افتد که مردم کوشش می کنند یونان را با استفاده از اسناد جعلی و از راه میدان‌های هوایی، فرودگاه‌ها و یا بندرها ترک کنند. بر اساس قانون یونان شما در توقیف اداری به حداکثر 45 روز نگه داشته خواهید شد. در موارد ضروری دفتر پناهندگی برای شما تصمیم می‌گیرد که 45 روز اضافه تر در توقیف اداری قرار بگیرید. اطفال بی سرپرست زیر سن می توانند به دلیل مراجعه به محل اقامت مناسب و امن به مدت 25 روز بازداشت شوند. در موارد استثنایی اگر به اندازه کافی محل اقامت برای اطفال بی سرپرست که وارد یونان می شوند نباشد، اطفال می توانند به مدت 20 روز اضافی در بازداشت قرار گیرند. بسیاری از کسانی که ما همراهش را صحبت کرده ایم و در توقیفگاه‌های یونان بودند از شرایط وحشتناک آنجا سخن می گویند. اینها شامل سلول‌های تنگ، سرد، خیلی بیروبار، بعضاً با نور بسیار کم و غذاهای خیلی بد است. اگر شما در خطر بازداشت شدن هستید، باید بدانید با چه شرایطی روبرو خواهید شد. من از راه قاچاق آمدم و من بردن زندان بردم. من 20 روز به یک زندان بودم، بعد من بردن به یک زندان دیگه که به اصطلاح کم بوده، ولی زندان بوده، کلن اصلا آزاد نبود که گوشی بتونیم بگیریم دست خود، چون دوربینا میگرفتن یا صفحه گوشی میشکستن. و ما بیاوردم به اینجگا، با ما کسی رسیدگی نمیکرد، حمومی خوب نبود، دستشویی یا دکتر یا چیزی ندیش، غذای خیلی خوب نمیدادن. و دلیل زندان بودم من دیگه پولیس ها به جلو رو ما اسلحه کشیدن، بعد از ما گرفتن آوردن به اینجگا. باز اینجگا آوردن برای ما یک ورقه دادن که 76 روز من اینجگا باید بسته کنم. همه 76 روز من 45 روز من اونجگا سفری کردم. زندان شرایط خیلی بد بود، رسیدگی نه به مریض میکرد، نه به شل میکرد، نه به کور، به هیچ کس، همه یک چیزی داشتن. وضعیت زندان هم به خود پولیس ها دیگه خیلی بد بود، اصلا جواب نمیدادن یا به یونانی خیلی حرف میزن یا فوشای بد میدادن برای آدم. دیگه خیلی اذیت بودیم از دستان هم. و دیگه جای خواب خوبی نبود، پتوهای نه خیلی کثیف بود، کسی که مثلا مریض بود یا جونی میخرید دیگه اصلا هیچی رسیدگی نمیشد. دیگه وضعیت حموم اینا اینقدر کثیف بود که 15 نفر 20 نفر یا داخل همون زندان بوده دیگه دونه با دونه به صف میگره میسادن. آب هم سرد بود، دستشویی اینا بیخکلی افتضاح بود. اگر شما توسط پلیس دستگیر شوید، شما مرکز پلیس محلی انتقال داده خواهید شد. وقتی توقیف شدید، احتمال زیاد دارد آنها تمام وسایل شما به شمول موبایلتان را از شما بگیرند و وقتی آزاد شدید دوباره به شما تسلیم خواهند داد. امکان دارد تلاشی شوید و اگر پلیس فکر کند شما در خطر خودکشی قرار دارید، آنها بوت‌ها و یا کفش‌های شما را از شما خواهند گرفت. اگر شما یک خانم هستید، فقط پلیس زن می‌تواند شما را تلاشی کند و همچنان در یک سلول با خانم‌های دیگر نگه دارند. اگر بار اول است که توسط پلیس توقیف می‌شوید و مرتکب جرمی نشده اید، احتمال دارد خیلی زود آزاد شوید. مخصوصاً اگر شما از کشوری هستید که در آنجا جنگ است و شما اعلان می‌کنید که برای درخواست پناهندگی در یونان اقدام کنید. با این حال در قانون یونانی می‌تواند شما را در توقیفگاه‌های قبل از دیپورتی بیش از 45 روز نگه دارند. این با توقیف اداری متفاوت است. این مجاز است اگر مسئولین فکر کنند شما در خطر فرار کردن از زندان هستید، یعنی فرار کردن یا زندگی کردن بدون اسناد در یونان یا دیگر جاهای اروپا، و یا اگر فکر کنند شما برای حمایت بین‌المللی درخواست کرده اید صرفا برای تأخیر و یا مانع دیپورتی، به طور مثال دیپورت شدن از یونان، و یا وقتی پلیس بر این باور باشد که شما در خطر امنیت ملی و یا نظم عامه هستید، به طور مثال شما جرمی انجام داده اید و یا آنها ادعا می کنند که شما جرمی انجام داده اید و یا به اجبار بستری شده اید. بر اساس قانون شما نباید بیشتر از دوره توقف اداری در بازداشت قرار بگیرید. صرفاً به خاطر اینکه شما برای حمایت بین‌المللی درخواست داده اید یا درخواست پناهندگی داده اید و یا هم بدون اسناد داخل کشور شده اید. با این وجود خیلی واضح است مهاجرین و پناهندگان بارها توقیف می‌شوند و تصمیمات مربوط به بازداشت اغلباً ارزیابی فردی ندارند و پناهندگان بیشتر بازداشت می‌شوند. با این حال این مهم است که شما می‌دانید قانون چیست. اگر می‌دانید شما بهتر آماده هستید برای چالش‌هایی که حق شما را نقض می‌کنند. بر اساس گزارش‌های سازمان GCR و ITMI، روشی که پلیس استفاده می‌کند به بهانه نظم عامه با مهاجرین و پناهندگان خیلی ناعادلانه بوده و بیش از حد مورد قبول مقامات قرار می‌گیرد. این قانونی بود که در سال 2016 پلیس در جزایر یونان استفاده می‌کرد تا کسانی که شهروند یونان نیستند و مرتکب تخلفات قانونی می‌شوند را به پیش بازداشتگاه‌های دیپورتی به سرزمین اصلی بفرستند. تنها در سال 2016 1600 نفر را از جزایر یونان
به توقیفگاه‌های سرزمین اصلی انتقال دادند. در میان این دست پاچگی، تردید و خطر که مهاجرین بدون اسناد با آن روبرو هستند، این چند نکته است که شما می توانید انجام دهید اگر توقیف شدید. اگر شما کارت سفید و یا آیدی ندارید و در خطر توقیف شدن قرار دارید، چه کاری باید انجام دهید؟ عکس‌های کارت خود را داشته باشید تا ملیت شما را تثبیت کند. و همچنان می توانید روی فیسبوک خود ثبت کنید و با دوستان در اشتراک بگذارید تا در هر جایی که هستید به زودترین فرصت به عکس‌های خود دسترسی داشته باشید. شماره تماس یک دوست خوب و یا یک عضو خانواده را حفظ کنید که اگر تلفن خود را نداشته باشید بتوانید با آنها در تماس شوید. با دوست خوبتان شماره یک وکیل را بدهید که اگر شما توقیف شدید از طرف شما با مرکز پلیس به تماس شود. برای دریافت بعضی از شماره‌های تماس با صفحه فیسبوک رفیجی اینفو باس به تماس شوید. اگر شما توقیف شدید، برای اینکه آزاد شوید پلیس سه چیز نیاز دارد. آنها می‌خواهند مشخص کنند شما کی هستید. این یعنی چه؟ آیا شما یک پاسپورت یا تذکره از وطن خود دارید که ثابت کند شما کی هستید و یا آیدی کارتی دارید که در جای دیگری یونان است و کسی میتواند به شما بیاورد؟ اینها را به پلیس نشان دهید. دو، آنها میخواهند بدانند که چقدر وقت میشود شما در یونان هستید. آیا در کدام کشور دیگر درخواست پناهندگی داده اید؟ آیا کدام جرمی مرتکب شده اید یا خیر؟ این به چه معنی است؟ اگر از طریق سرانگشت شما نشان داده نشود که شما در توقیفگاه اداری بودید، به احتمال زیاد هنگامی که درخواست خود را آغاز کردید آزاد خواهید شد. پلیس یک بررسی جنایی انجام می‌دهد تا بداند که شما مرتکب جرمی نشده اید. اگر جرمی مرتکب نشده باشید، احتمال دارد که زودتر آزاد شوید. 3. آنها می‌خوان بدانند که محل بوده با شما بعد از آزادی شما از بازداشت کجاست. این به چه معنی؟ دوست اضطراری شما باید با مکانی که بازداشت شده اید در تماس شود و از احوال شما جویا شود. آنها می توانند به ملاقات شما بیایند، برای شما لباس و غذا بیاورند تا دوران بازداشت شما راحت تر سپری شود. و همچنان آنها باید با یک وکیل یونانی در تماس شوند و وکیل از احوال شما با خبر باشد و حمایت کند. اگر پلیس بداند که بیرون از زندان کسانی هستند که در انتظار آزادی شما هستند، به نفع شماست. شما باید یک فرم تکمیل شده از طرف یک نفر در یونان که بهتر خواهد بود اگر شهروند یونانی باشد را داشته باشید که ثابت کند آنها در جریان اینکه شما در یونان هستید از شما مهمان نوازی نموده و محل بود و باش را برای شما فراهم می‌کند. اگر این فرم را داشته باشید زودتر آزاد خواهید شد. افراد دیگری که حق زندگی کردن و کار کردن در یونان را دارند نیز کفایت می‌کنند، اما آنها باید یک مکان بود و باش برای شما داشته باشند و همچنان خود آنها سابقه جرمی نداشته باشند. این فرم به نام اپیفتنی دیلوس می باشد و در تمام کیوسک‌ها که سیگارت و چاکلیت دارند قابل دسترس است. این فرم بعداً از طرف پلیس تاپ باید شود. کوشش کنید این نکات مهم را به خاطر داشته باشید. کوشش کنید عصبانی نشوید، آرام باشید، همکاری کنید و تا جایی که می توانید مؤدب برخورد کنید. این یک تجربه خیلی خیلی سخت است، ولی کوشش کنید هر چه می توانید آرام تر باشید. شما جرمی انجام ندادید، پس باید زودتر آزاد شوید. با اینکه شرایط و طور کمرایتان برخورد می کنند خیلی بد باشد، کوشش کنید خشونت نشان ندهید، چون این یک جرم جنایی شمرده می شود و امکان دارد بازداشت شما طولانی تر شود. امیدواریم که این معلومات برای شما مفید بوده باشد و آرزوی قدرت در مقابله با این وضعیت وحشتناک، ناعادلانه و تحقیرآمیز را برای شما تمنا داریم.